سوال شماره 39. دو زاویه متمم یکدیگرن و دو برابر یکی از مکمل دیگری 10 درجه کمتر است. زاویه کوچکتر کدام است؟ خب این سوال هم باید جدول واسش بکشی. میای میگی یه زاویه رو میگیری x، خب یه زاویه رو دیگه میگیری y، بعد میگه دو برابر یکی میگیری 2x، میگه مکمل یکی دیگه یعنی 180 منهای y، و نتیجه ببینیم چی میشه. قشنگ دقت کن ببین من چی میخوام بگم. من الان عدد بنویسم ببینیم چی میگه. زاویه حدس بزن، دو تا زاویه، ولی حدس زدن ها جوری باشه که متمم یکدیگه باشن ها، حدس الکی نزنیم، متمم یکدیگه. مثلا میگیم یه زاویه‌مون مثلا 40 باشه، یه زاویه‌مون 50 باشه، دو برابر یکی میشه چی؟ میشه 80. متمم این چی میشه؟ مکمل این چی میشه؟ میشه 130. میگه دو برابر یکی از مکملش 10 درجه کمتر باشه، یعنی 80 10 درجه از این کمتر باشه. آیا این 10 درجه از این کمتره؟ نه. خب یه حدس دیگه میزنم، اینو میگیرم 30، متممش چی میشه؟ اینو باید بگیرم 60 دیگه، جمع این دوتا باید بشه 90، چون گفته دو زاویه متممه دیگه. دو برابر x میشه 60، مکمل این میشه 120. آیا این دوتا الان این 10 درجه کمتره؟ اینه؟ نه. دوباره حدس میزنم، اینو میارم 10 هستن، اینم میگیرم چقدر؟ این میشه 80. دو برابر این میشه 20، مکمل این میشه برابر با 100. آیا این 10 درجه است؟ نه. و حالا باید حدس بزنی بری تا آخر، برسی به یه مثال شست رفته. مثلا اگه اینجا رو بگیری 80، اینجا رو بگیری 10، چی؟ دو برابر این میشه 160، خب و مکمل این هم میشه 170. آیا این 10 درجه از مکمله کمتره؟ بله. پس حدس صحیحمون این میشه. شما باید توی این سوال حدس و آزمایش بری و جدول نظامدار بکشی. پس زاویه کوچیکتره بین این دوتا، زاویه کوچیکتره چی میشه؟ زاویه کوچیکتر میشه 10 درجه. گزینه چند؟ گزینه شماره 1.